خیلی از موارد زمانی که شما یه کلیپ رو اضافه کردید به تایملاینتون لاینتون باز هم ممکنه بخواید اضافه و کمش بکنید به طور مثال ممکنه من این کلیپ رو الان ببینم و تیکه اولش که یه لرزش دوربین شدید داره رو بخوام بگیرم من میتونم از اینجا رو روی رو این کلیپ انتخاب بکنم برم تا مثلا اینجا و حالا میتونم بیام توی کلیپ و از ترین تو سلکشن انتخاب استفاده بکنم یا کامند بی که میاد دقیقا کل اون کلیپ رو فقط اندازه اون زمانی میکنه که من انتخاب کردم اینجا من اگر شما نگاه بکنید یک ماهیس شش ثانیه است کامند زی رو اگه بزنم قبلش چهار و هشت دوم ثانی است برای این کار یه ابزار دیگه هم وجود داره که شما اگر کلیپ رو انتخاب بکنید میتونید بیاید توی ویندو کلیپ تریمر این خب پنجره خیلی بزرگتری و خیلی دقیقتر میتونید کار بکنید اگه خواستید یه خورده با جزئیات بیشتری کار بکنید طبیعتا این پنجره بیشتر به کارتون میاد اینجا من ممکنه بگم از اینجا بعد دوست دارم میتونم اینو ترگ بکنم مثلا از اینجا نه ممکنه از اینجا بخوام بذارم تا انتهاش اینجا باز همون کار رو انجام میده و دقیقا عین همون مورد قبل هست اما اگر خواستید جایی که کات میخورن دو تا کلیپ به هم رو تغییر بدید چطور مثلا اینجا من ممکنه که ببینم ادامه حرکت دوربینم هم که همین رو به بالا رفتن دوربینه اینجا خوبه ولی یه تاخیر کوچیک ما اول این کلیپ داریم اینجا اگه خواستید شما لحظه کات رو تغییر بدید همونطور که کلیپ uh, تریمر مال خود کلیپه پرسیژن تریمر مال uh, بین دو تا کلیپ و مال کات هستش برای استفاده ازش شما میتونید بین دو تا کلیپ دابل کلیک بکنید و پنجرش باز میشه پرسیشن ادیتور یا اگر نزدیک اینجا باشید و از عبارت پرسیژن ادیتور ویندو استفاده بکنید یا کامند اسلش رو بزنید بازم همین اتفاق میفته اینجا از اونجایی که رفت رو کاتی که من میبینم اشتباهی استفاده کات اشتباهی هست میتونم بزنم بر رو کات بعدی و همینطور اگه خواستید میتونید کات ها رو جابجا جا بکنید من میگم این کاته که الان میخوام تغییرش بدم و حالا اینجا اگر شما خود موستون رو این وسط نگه دارید لحظه کات رو میبینید اگر رو کلیپ پایین باشید کلیپ پایینی اگر کلیپ بالایی باشید کلیپ بالایی اگر خواستید خود این آیکون رو میتونید درگ میکنید و جابجا جا کنید جای خود کات رو بین دو تا کلیپ که طبیعتا از کلیپ بالایی کم یا اضافه میکنه و به کلیپ پایینی اضافه یا کم میکنه به این صورت که تایم بالایی اضافه میشه پایینی کم یا بلکس اینجا ممکنه لحظه کات خوشم میاد اینجا بگم از اینجا دوست داشته باشم که این کلیپ شروع بشه میتونم این لحظه رو اینجا بیارم بگم از اینجا میخوام کلیپ هم شروع بشه در این حال اگه دیدین شما موقع اسکراب کردن این صدا شما رو اذیت میکنه میتونید این اون رو بزن... ببخشید اگر خواستید صداش رو هم در این حال اگر شما دیدید که صداش برای شما مهمه و میخواین جای صدا و جای دیالوگ رو هم ببینید و پیدا بکنید میتونید این آیکون رو بزنید دقیقا وی فرم صداتون رو هم نشون میده و حالا این ممکن هم بخوام از ادامه صحبت این اه... که اینجا داره صحبت میکنه بذارم مثلا از اینجا در این حال شما میتونید اصلا صداها رو کم کنید اضافه کنید هر چیز، هر جور که دوست داشتید که حالا اون بحث آدیو ماست که دوباره راجبش صحبت میکنیم ولی این آیکون اینجا برای همچین کاری درست شده آیکون بغلیش هم اکسترا آپشنز اگر شما برای این کلیپ یه تایتلی چیزی اضافه کرده باشید که حالا صحبت میکنیم راجبش میتونید از اینجا اونها رو هم ببینید و زمانش رو کم و زیاد بکنید که حالا باز در مورد اون بیشتر صحبت میکنیم خب برای این درس پس برای کم و زیاد کردن زمانی کلیپ شما هم میتونید روش انتخاب بکنید کامند بی یا کلیپ تریمر که ببخشید تریم تو سلکشن یا از عنوان کلیپ تریمر استفاده بکنید و برای جابجا کردن زمان کات لحظه کات دابل کلیک بین اون جایی که هست و همون کاتی که هست یا استفاده از عنوان پرسیشن ادیتور